من شکیبا هستم، 39 سالمه، اهل مازندران شهرستان بهشهر و در حال حاضر توی کشور هلند زندگی میکنم. من از بچگی میخوندم، بعد همون موقع که بچه بودم به خاطر اینکه حالا خانواده پرجمعیتی داشتیم و خانواده سنتی داشتیم احساس میکردم که یه زن نباید بخونه. من تو اتاق میرفتم یه بالش میذاشتم رو صورتم و تو بالش داد میزدم میخوندم. من وقتی تو بالش میخوندم خودم صدای خودم خوب نمیشنیدم، یه صدای بمی از تو گوشم میومد، فقط میخواستم اون شعر رو درست بخونم، عین همون طرف که خونده بخونم. و شعرهایی که انتخاب میشد معمولا تو تلویزیون چیزایی که مجاز بود میخوندم. هیچ وقت من هیچ ترانه ای هیچ چیز غیر مجاز گوش ندادم قبل از اینکه ازدواج کنم. داداشم نوار هایده داشت، 2-3 تا داشت و مرتب هی میذاشت کنار خودش رو تخت خودش و همیشه گوش میداد. صدای هایده رو موقع میشنیدم و نمیدونستم هایده است تا اینکه روی اون نوار رو دیدم نوشته هایده. بعد من همون موقع هم داداشم دعوام میکرد نه تو نباید، تو مال منه، تو نباید گوش کنی. یا بچه‌ها تو مدرسه تو دبیرستان آهنگا رو میخوندن، برای من خیلی جدید بود. یکی مثلا آهنگ میخوند، بعد من میرفتم پیشش میشستم چی داره میخونه. اصلا حتی شد چهره آقای ابیا خانم لیله فروهر رو نمیشناختم کیان. تا اینکه بعد از ازدواجم دیگه خب مثلا بیشتر خانواده‌های سنتی که دیگه دختر اجازه داره اجازه دست شوهرشه و اینا، آهنگوش دادم. اون موقع سی دی بود، سی دی میذاشتیم شو میدیدیم. همیشه از بچگی علاقه داشتم این روزی، نه اینکه خواننده بشم، ولی صدام رو برسونم به جایی که ببینم چه جوریه، یعنی میتونم اون تواناییم رو نشون بدم به کسی. من دوره کودکی خیلی سختی داشتم و الان به این فکر میکنم که من واقعا دیگه میتونم رها کنم. احساس میکنم اینجا همون جاییه که من باید این کار رو انجام بدم و این شاید بزرگترین شانس من تو زندگی باشه. سلام عزیزم، خوش اومدی. میتونم اسمتون رو بپرسم؟ من شکیبا هستم. شکیبا. شکیبا جون چند سالتونه؟ من 39 سالمه. 39 سالتون. از کجا میای؟ از مازندران ولی از هلند اومدم. هلند زندگی میکنید. صدای شما خیلی صدای گرمی بود و انتخاب آهنگتونم بسیار عالی بود، ولی آهنگ خیلی خیلی سختی هم بود. من متوجه این شدم. خب درسته استرابتون رو در نظر بگیریم، ولی از که از ریتم افتادین 100%. بعدش حالا ولی اجرای خوبی داشتین. موفق باشی عزیزم. مرسی، خواهش میکنم. بسیار بسیار صدای گرم و جذابی داری. مرسی. بسیار. ولی ریتمت
افتضاحه. یه چیزی بگم؟ بگو. من این آهنگ رو تو این هفته خب به هر حال تنظیم کردم برای من و تمرین کردم. به این افتضاحی هیچ وقت نبود. خودم میدونم متوجه شدم. یعنی وسط کار دیگه اصلا می‌خواستم من این کلمه‌ای که استفاده کردم شاید برای بقیه هنرمندا استفاده، ولی چون تو همشهریه من یه خود احساس نزدیک‌تر می‌کنم با تو. اینم که به این قوی گفتم برای که خوب نیست. با ریتم زندگی کن، این ریتم رو دریاب. خیلی حیفی آخه، خیلی حیفی. این ریتم رو دریاب میشه یکی از بهترین ها. اینو من به تو ضمانت میکنم. خیلی خوشحال شدم دیدم ان شاء الله سال بعد تو وایس مجددا ببینم. مرسی. مرسی عزیزم، تشکر. از هر دلیل یاد داره تیک تاک. خدافظ عزیزم. موفق باشید. موفق باشید. منم هم عزیزم. عزیزم چقدر خوشگلی از نزدیک. این تو گره تو برم. حتما شرکت کن سال دیگه. موفق باشید. خیلی سوال قشنگه. بای. خیلی حیف شد. اما مثلا از این کیساش که واسه من سواله، آیا خونه میخونه واقعا با ریتم اوکی بود یا واقعا از استرس وحشتناک میخونه؟ بدون موزیک خب آره نمیشه. حداقل با کاراوکی هم با تمرین کنه. اگه با اونم تمرین کنه خیلی خوبه. اونو فالو میکنه. آره 100 درصد. در خدمت چطور؟ سلام شکیبا جونم. چه خبر؟ فدای تو، هیچ خبری ندارم. اشکال نداره، ان شاء الله دفعه بعدی. نه به خاطر اینکه من خیلی از آهنگ خارج خوندم، یعنی هم استرس داشتم، استراب داشتم در واقع، همین که تمرین نداشتم. میدونی که من هیچ وقت با آهنگ نخونم، اولین باری بود که من رفتم یه جایی که با آهنگ بخونم، یعنی همچین جایی. تو شاید اینا رو نباید بگم، نمیدونم، ولی موقعیت خیلی سختی دارم الان. من چون پناهنده بودم به هر حال تو کمپ بودم، بعد دقیقاً روزی که پرواز داشتم روزی بود که باید قرارداد خونه رو امضا می‌کردم. بمیرم. اصلا از این که عود شدم ناراحت نیستم، فقط به خاطر اینکه من اونی که باید بودم چرا نبودم امروز، از این ناراحتم. من برات آرزو میکنم که همیشه همینطور قوی باشی، سرت بلند باشه. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. قربونتون برم. شاد باشی. به سلامت. خدافظ.